سلام و درود، محمد حسین جهان رحین هستم، معروف به محمد جهان، از چنل ایران وایپرز. امروز هم اومدیم در یکی از مناطق دیدنی رشته کوه البرز برای پیدا کردن یکی از افعی‌های خاص مناطق ییلاقی ایران به نام افعی قفقازی با نام علمی گلویدیوس کوکازیکوس. ما در این مناطق ییلاقی و مرتفع که خنک و الان نزدیک ظهر و فعالیتشون شروع میشه پیمایش میکنیم. اگه نمونه ای رو دیدیم ازش تصاویری رو میگیریم و برای شما به اشتراک میذاریم. حتما با ما همراه باشید، حتما تصاویر زیبایی خواهید دید و در مسیرم در حد توان گونه هایی رو دیدیم، نمونه هایی رو دیدیم، اطلاعاتی رو داشتیم، براتون به اشتراک میذارید. ممنون، با ما همراه باشید. دوستان، لاین سنگا که داشتیم می اومدیم یک مار بسیار جالب و خیلی گوگولی پیدا کردیم. ببینید چقدر کوچیکه این مار. قمچه مار یا قمچه مار، حالا ما میگم میخوام من گاز بگیره. کوچلی ماچلی، خیلی گوگولیه. این یک قمچه مار تازه متولد شده است، یعنی برای امسال، بچه امسال است. یا چجوری گاز میگیره؟ این گوگولی مگولیه به خدا. جز مارای غیر زهرآگین ایرانه با نام علمی پلاتیسپس ناجادوم که در اکثر مناطق ایران به خصوص اطراف جایی که رطوبت رودخونه چشمه وجود داره این نوع مار دیده میشه. همینجور که دقت میکنید خالهای چشم مانندی از کنار بدن شروع میشه و به سمت عقب که میره خالها متوقف میشه و محو میشه و در ادامه بدن بی خال و بدون طرح میشه در انتها. و در ابتدا این خالها ببینید خالهای چشم ماننده. و
و 1.5 متر رشد میکنه و قطر زیادی پیدا نمیکنه، ولی بسیار سریعه و از حشرات، مارمولک ها، پستانداران کوچک و پرنده ها تغذیه میکنه و در مناطقی مثل البرز، شمال غرب، مناطق مرکزی غرب و جنوب غرب ایران دیده میشه و یک مار معمول در مناطقیه که رطوبت وجود داره و جز مارهای غیر زهراگینه. بدنش سبز زیتونی، خاکستری و سبز یشمیه. گونه بسیار جالبیه و به خصوص نمونه نابالغ و کوچیک تازه متولد شده. بسیار شیرین و بانمکه. ببینید هیچ گونه زهری هم نداره. مارهای قمچه یا قمچه مارها تخمگذارن و در اواخر بهار یا اوایل تابستان تخمگذاری میکنن و در اواخر تابستان بچه هاشون به دنیا میاد و این یک بچه تازه متولده، یعنی بچه امساله، شاید یک ماهش هم نباشه. چقدر زیباست. ببینید حالا در آینده اگه نمونه های بالغش هم دیدیم حتما براتون تصاویرش رو میذاریم. قمچه مار یک گونه از مارهای غیر زهراگین و بی‌آزار ایران. دوستان عزیز، همینجور که داشتیم پیمایش میکردیم با یک گونه از خزندگان متداول در مناطق نیمه کوهستانی و کوهستانی ایران برخورد کردیم، لاک پشت خاکی مهمیزدار که در نیمه غربی ایران پراکندگی داره و گونه دیگه از لاک‌پشت‌های خاکی به نام لاک‌پشت خاکی افغانی یا آسیایی در نیمه شرقی ایران پراکندگی داره. به این دلیل به اینا میگن لاک‌پشت‌های مهمیزدار. همینجور که مشاهده میکنید در رونش یک حالت خارمانند داره، یکی اینجا و یکی اینجا که یک نوع مهمیزه، به خاطر همین بهش میگن لاک‌پشت‌های مهمیزدار. همینجور که مشاهده میکنید زیر شکم این لاک‌پشت گودی داره. این گودی در نمونه های نر وجود داره که بتونن بر پشت لاک‌پشت ماده در زمان تولید مثل سوارشن و به این شکل خودشونو کیپ کنن و نگه دارن و ماده ها زیر شکمشون کاملا صاف و یک دسته. خیلی ها تصور میکنن که این لاکی که این لاک‌پشت داره یا باکسی که وجود داره یک باکس جدا از بدنه، یعنی میتونه ازش خارج شه و بیاد بیرون و وقتی بزرگتر میشه یه لاک دیگه رشد میکنه، یه لاک جدیدی در میاره. در صورتی که لاک‌پشت جزوی از ستون فقراتشه که بنا به فرگشت به این شکل در اومده که بتونه از خودش محافظت کنه و یک وسیله دفاعیه و مثل تمام خزندگان در هر وقت که رشد میکنه پوست اندازی میکنه. همینجور که مشاهده میکنید وقتی دشمنی بهش نزدیک میشه این پاهاشو به صورت پاپیونی جمع میکنه و با پولک‌های بزرگ و برجسته‌ای که داره از صورت و سرش دفاع میکنه و این لاک هم به این شکل از بدنش محافظت میکنه. این دوتا قطعه نوکتیزی که اینجا میبینید در جنگ بین نرها از این وسیله استفاده میکنه و همینطور برای ضربه زدن به ماده از این دو شاخه‌ای که اینجا وجود داره استفاده میکنه تا به ماده بفهمونه که موقع تولید مثله و برای تولید مثل اونو آماده بکنه. به غیر از لاک دو وسیله دفاعی دیگه هم داره لاک‌پشت. یک، وقتی اینو برمی‌دارین یا موجودی بهش دست می‌زنی یک صدای فیسمانندی از خودش در میاره که دشمنو بترسونه. یک چیز دیگه هم که داره وقتی میگیرینش یک مدفوع بدبوی از خودش ترشح میکنه که دشمنو بترسونه. گیاهخوار، عمدتاً گیاهخوار، ولی از پروتئین هم تغذیه میکنه. حتی مارها رو هم میتونه شکار بکنه در طبیعت. حتی خودم مشاهده کردم از مردار هم تغذیه میکرده. تخمگذاره و با این ناخونهای بسیار بلندی که داره هم میتونه قدرتمندانه حرکت بکنه و هم میتونه زمین رو حفر بکنه برای پنهان شدن و تخمگذاری کردن. همینجور که مشاهده میکنید هی صدای فیس فیس در میاره. گوش بدید. با این صدا میخواد بترسونه و بگه من موجود خطرناکی هم. بسیار قدرتمنده و میتونه با قدرت زیاد مثل یه تانک، یعنی در واقع میشه گفت این یه تانک طبیعیه، یعنی در طبیعت لاک‌پشت‌ها تانک‌های طبیعت هستن.
لاک پشت های خاکی با لاک پشت های آبی متفاوتن، حتی دستاشون تکامل یا فرگشت پیدا کرده که رو زمین راه برن و قابلیت شنا نداره و اگر داخل آب بیفتن غرق میشن و میمیرن. هر وقت همچین لاک پشت دیدین خواستین رها سازی کنین داخل آب نندازین، چون هر لاک پشتی لاک پشت آبی نیست و اینا جزء لاک پشت های خاکی هستن. بعضیا اینا رو به عنوان چون خیلی بانمکن خیلی بیازارن فکر میکنن هر وقت دیدن میتونن ببرن تو خونهشون به عنوان یه حیوان خونگی نگهداری بکنن. اولا حیات وحش حیوان خانگی نیست، دوم این که اینجا رو ببینید، کنه یا انگل های خارجی زیادی در بدن لاک‌پشت یا خیلی از موجودات وجود داره. خیلی از این کنه ها ممکنه به انسان منتقل بشه و از خون انسان تغذیه بکنه و آلودگی و بیماری های مختلف رو به انسان انتقال بده و بیماری های زیادی در طبیعت وجود داره که از انسان به حیوانات و از حیوانات به انسان انتقال پیدا میکنه و خیلی از این ناقلین همین کنه ها، پشه ها و مگس ها هستن یا شپش ها، کک ها که از خون اون موجودات تغذیه میکنن و وقتی به انسان انتقال پیدا میکنه و از خون انسان تغذیه میکنن اون بیماری ها رو به انسان انتقال میدن. هر موجودی که در طبیعت زیستگاهش تو طبیعت و باید تو طبیعت زندگی بکنه. متاسفانه بعضی از افراد در طبیعت وقتی لاک‌پشتی رو مشاهده میکنن روش سوار میشن، یادگاری هک میکنن یا با لاک، اون لاک رنگ قرمزی که داره ممکنه یک موجودی بتونه اینو شکار کنه، مثل پلنگ، مثل موجودات دیگه، به خصوص لاک‌پشتای کوچیک، و اون لاکی که میزنین تو طبیعت این رنگ قهوه‌ای استتاره و اون لاکی که شما رنگی میزنید دشمنی که میتونه که اینو شکار کنه از دور راحت اینو تشخیص میده، بهش نزدیک میشه و شما وقتی اینو حکاکی میکنید دارین به بدنش خراش وارد میکنید. این لاک اگه بشکنه خونریزی میکنه و ممکنه به راحتی درست نشه و از بین بره. طبیعت همون جوری که وارد طبیعت میشید لذت ببرید، ولی به طبیعت آسیب نزنید و طبیعت رو دستکاری نکنید. هر موجودی که دیدید میتونید از دیدنش لذت ببرید، نگاش کنید. اونایی که بیازارن مثل لاک‌پشت میتونید نازش کنید، براندازش کنید، بعد به راحتی ولش کنید که به طبیعت خودش برگرده. پیمایش که میکردیم زیر سنگ یک نوع عنکبوت ما مشاهده کردیم که بسیار زیباست و جزو عنکبوت‌های مخملی محسوب میشه. عنکبوت‌های مخملی نرهاشون قرمز و به خصوص قرمز مخملی رنگ داره و یک حالت شبیه دلغک مانند پشت شکمشون یا آبدومنشون و کوچک جستن. ماده ها درشت‌تر و سیاه رنگ هم از شبیه سوسک میبونن تا عنکبوت ها، همین جوری که شما مشاهده میکنید. این یک نوع عنکبوت مخملی ماده است، شبیه همین سوسکایی که در کوه و دشت شما میبینید، اصلا بدن شکل ظاهری شبیه اونه. به خاطر اینکه فنگ های قدرتمندی داره به راحتی میتونه همین سوسکا رو شکار کنه و از بدنشون تغذیه کنه و زیر سنگ ها یک تاریو به صورت خیمه مانند میتنن و داخلش پنهان میشن و به راحتی بیرون نمیان. نرها در اواخر تابستان و پاییز رو سطح زمین میگردن و به دنبال ماده هان تا باهاشون جفتگیری کنن و بعد جفتگیری میمیرن. ماده ها بعد جفتگیری داخل همون تار خیمه مانندی که دارن تخم گذاری میکنن و تا زمانی که بچه ها بیرون بیاد اونجا میمونن و ماده ها جثه های درشت‌تری دارن. بر اساس گونه جثه ماده ها بزرگتره. خیلی گونه زیباییه. اینم بهتون بگم گزششون یک کمی دردناکه ولی عموما نمیگزن، خیلی عنکبوت های آرومی هستن. زهرشون برای انسان هیچ خطری نداره مگر اینکه کسی حساسیت داشته باشه به زهر عنکبوت ها و برای طبیعت بسیار مفیده و جزء عنکبوت های زیبا و خاص ایران محسوب میشه. عنکبوت های مخملی واقعا گونه های جالبی هستن. ما در ایران تنوع بسیار زیادی از عنکبوت ها رو داریم. دوستان داشتیم میگشتیم رودخونه، آب، سبزی، صخره و افعی قفقازی. ببینید چقدر زیباست. افعی های قفقازی مناطق ییلاقی قهوه‌ای و توسی رنگن، همین جوری که مشاهده میکنید چقدر زیباست. افعی قفقازی با نام علمی گلودیوس کوکازیکوس یکی از افعی های ایرانه که در مناطق ییلاقی مرتفع زندگی میکنه، که البته نمونه قرمز رنگ هم که ویدیوشو گذاشتیم و شما
مشاهده کردید و میتونید باز مشاهده کنید در مناطق جلگه یافت میشه، ولی اکثر افعی های قفقازی در مناطق ییلاقی و مرتفع زیست میکنه. همینجوری که میبینید بسیار افعی زیباییه. من بذارمش اینجا ببینید خط و خالش رو با سنگ مقایسه کنید، یعنی لای این صخره ها و سنگ ها واقعا به سختی میشه این افعی رو دید. افعی قفقازی تنها افعی حفره‌دار ایرانه. البته شاید در تحقیقات آینده گونه های دیگه از این افعی گزارش بشه، ولی فعلا یک گونه هستن. ببینید اینجا خودشو سری جمع کرد، ببینید کجا خودشو قایم کرده و به راحتی میتونه مخفی بشه. نگاه دومش رو چه تکون میده، ببینید دومشو مثل مار زنگی تکون میده و خیلی ها فکر میکنن مار زنگی داریم تو ایران. این مار رو که مشاهده میکنن اگر به این دم به سطح سنگ ها و علف های خشک بخوره یک صدای تق تق ریزی ایجاد میکنه و صدای انگار مار زنگی میده، در صورتی که ما در ایران مار زنگی نداریم. مار زنگی برای قاره آمریکاست. ببینید چجوری خودشو جمع کرد، چقدر ستاره قوی داره. یعنی اگه از فاصله 1-2 متری از بالا نگاه کنید به هیچ عنوان این ما رو نمیبینید. از این بالا شما هیچی نمیبینید. باز میرم نزدیکتر، باز شما شاید چیزی رو مشاهده نکنید و باز میرم نزدیکتر. افعی قفقازی ببینید کجا خودشو مخفی کرده و با طرح و الگویی که داره چطوری خودشو استتار کرده بین سنگ ها. وقتی ما میگیم در مناطق سنگ لاخی وقتی حرکت میکنید مواظب باشید و استتار قوی مارها دارن، به این صورته. یعنی شما الان هرچی دور بشید و یک برگشتی من بدم بیام، شما به هیچ عنوان نمیتونین این مار رو پیدا کنید و وقتی نزدیکش بشم دوباره پیداست. همیشه در مناطق سنگ لاخی مراقب باشید و با احتیاط حرکت کنید و دستتون رو هر جا قرار ندید. افعی قفقازی یکی از گونه مارها ایرانه که به زیر خانواده کروتالینه یا افعی های حفره‌دار تعلق داره که بین چشم و منفذ بینی حفره داره که سنسور گرمایی و گرما رو میتونه احساس کنه و جانوران خونگرم رو در تاریکی مطلق ببینه. چقدر زیباست این افعی. من سنگو بردارم. ببینید به هیچ عنوان نمیشه به راحتی دیدش. کاملا طرح و رنگ و الگو و پترنش جوری با محیط همرنگ و استتار قوی داره. من اولش واقعا ندیدم. من اولش اگه تکون نمیخورد نمیدیدمش. یعنی از کنارش رد میشدم و میرفتم. وقتی تکون خورد متوجه افعی قفقازی شدم و داشتیم اینجا میگشتیم، چون میدونستیم الان از کنار آب به حرکت میکنن یا میرن آب میخورن یا موقع آب خوردن برمیگردن و اینو مشاهده کردیم و تکون اگه نمیخورد به هیچ عنوان من نمیتونستم اینو ببینم. ببینید افعی قفقازی الان روی این سنگ قرار گرفته، یعنی خودش اومد روی این سنگ و ببینید چه طرحی داره. یعنی شما به راحتی تو طبیعت نمیتونید این ما رو ببینید اگر تکون نخورد. یعنی وقتی من بهتون گفتم تکون خورد متوجه شدم، وقتی ما میگیم در مناطق سنگ لاخی مراقب باشید، ببینید دستتون رو کجا میذارید یا سنگ میخواین جابجا کنید یا بشینید یا استراحت کنید یا کمپ بزنید، به خاطر این مارها در بین سنگ ها برای اینکه گرم بشن خودشون رو مخفی میکنن یا خنک بشن زیر سنگ ها خودشون رو مخفی میکنن و برای آفتاب گرفتن میان بیرون و روی سنگ. وقتی آفتاب به سنگ میخوره گرم میشه و میان خودشون رو گرم میکنن و استتار بسیار قوی دارن. افعی قفقازی مناطق ییلاقی با این طرح و الگویی که داره به راحتی در بین سنگ ها، گون ها، کلوخ ها و سنگ ریزه ها میتونه خودشو مخفی کنه و شما به راحتی نمیبینید. و چون هیچ صدایی نداره، یعنی نه نفیر میزنه نه دومش صدای زنگ داره، هیچ تولید صدایی نمیکنه، متوجهش نمیشید. فقط دومشو موقع تهدید همونجوری که در تصاویر دیدید تکون میده و دشمنو تهدید میکنه. افعی قفقازی با خوردن پستانداران، خزندگان، مارهای دیگه، ببینید ما تاکید میکنیم مارها، چون بعضی از مارها واقعا مارخورن و خودشون کنترل میکنن. من افعی قفقازی دیدم که حتی نوزاد یا نابالغ افعی قفقازی هم نوع خودشو شکار کرده، حتی افعی البرزی، یعنی در یک زیستگاهی که تقریبا مشترک بوده، یعنی یک حد فاصله داشته، افعی البرزی رو شکار کرده و خورده حتی مارهای کوتوله دیگر رو. زهر نوروتوکسین هموتوکسین داره، یعنی هم رو اعصاب تاثیر میذاره و هم رو
خون و عروق و زهر بسیار خطرناکی داره. مار بسیار کوچکیه. مارهای مناطق ییلاقی، یعنی افعی های قفقازی مناطق ییلاقی 65 تا 68 سانتی متر طولشون میشه، ولی همونجوری که در ویدیوهای افعی سرخ گفتم یا مارهایی که مار زهری شمال، آیا در شمال مارهای زهرآگین وجود دارد، در اونجا گفتم افعی قفقازی قرمز یا سرخ مناطق جلگه‌ای بسیار بزرگترن، یعنی سه برابر افعی های قفقازی مناطق ییلاقی هن که اونا تا 90 سانتی متر میشن و اینا 65 تا 70 نهایت. و همینجور که میبینید، ببینید، البته من این کارهایی که میکنم و شما هیچ وقت انجام ندید، این تجربه‌ایه که نسبت به سالها کار با جانوران زهرآگین داشتم. اندازه‌شو با دست من ببینید، این یک نر بالغه، ماده کمی بزرگتر از این، ولی نسبت به مارهای مناطق شمال بسیار کوچکتره. یعنی مارهای قفقازی سرخ شمال خیلی به مراتب بزرگتره و گزش‌های اونا به مراتب افعی‌های قفقازی مناطق ییلاقی خطرناکتره. الان من اینو میگیرم و تو دست جثه‌شو نشون میدم و مقایسه میکنم با افعی قفقازی قرمز شمال که شما اندازه‌هاشو بیشتر متوجه بشید. همینجور که دوستان مشاهده میکنید، اینجا حفره مادون قرمز یا پیتش قرار داره، مردمک چشم، حفره بینی، ما بینش پیت یا حفره مادون قرمزش قرار داره، مردمک چشم عمودیه، پولک‌های رو سرش درشته و تنها افعی ایرانی که پولک‌های بسیار درشته مثل مارهای غیر زهرآگین داره و یک خط چشمی داره که در انتهای دهان کشیده شده و پوزه نوکتیز روی بالا داره. دقت کنید، شبیه افعی های حفره‌دار آمریکای شمالی میمونه، مثل کاپرهد، کاتومات، چون قبلا یک جنس بودن. قبلا افعی قفقازی جنسش گلویدیوس نبود، اکیستوردون یا آکیستوردون بود که کاتومات و کاپرهد یا افعی سرمسی هم در این جنس قرار داشتن که بعد از مطالعات دقیق تر مشخص شد اینا دو جنس مختلفن. برخی از افعی های حفره‌دار آسیایی به جنس گلویدیوس انتقال پیدا کردن که افعی قفقازی هم جزوی از اونها بود. دوستان اندازه‌شو ببینید، افعی های قفقازی مناطق ییلاقی جثه‌های کوچکتری دارن نسبت به افعی های قفقازی مناطق جلگه‌ای کاسپیان که همینجور که در تصویر مقایسه‌شو براتون گذاشتیم و ببینید چقدر تفاوت اندازه و طول و سایز دارن و کوچکترن افعی های مناطق ییلاقی و رنگشون توسی قهوه‌ای یا خاکستری رنگه و زنده‌زام هستن، یعنی بچه‌هاشون رو زنده به دنیا میارن و بسیار مار آرومی هن. اگه کاری باهاش نداشته باشین، چون تهدید بشه اعلام هشدار میکنه و تهدید میکنه و اگه مهاجم بهش نزدیک بشه حتما از زهرش استفاده میکنه و از خودش دفاع میکنه. افعی قفقازی مناطق ییلاقی. همونجور که دیدید افعی قفقازی مناطق ییلاقی رشته کوه البرز هم پیدا کردیم و بهتون معرفی کردیم و در مورد این گونه صحبت کردیم و توضیحاتی دادیم. در آینده، در سالهای آینده و سفرهای آینده، اگر افعی های قفقازی دیگه هم دیدیم حتما در موردش براتون ویدیو تهیه میکنیم. این ویدیو رو دیدید، تا اینجا با ما همراه بودید، حتما ما رو لایک کنید، حمایت کنید، سابسکرایب کنید، به دیگران معرفی کنید، کامنت بذارید، به خصوص کامنت انگلیسی، زنگوله رو یادتون نره فعال کنید تا ویدیوهای جدیدی که به اشتراک گذاشته میشه به اطلاعتون برسه. ما در این چنل داریم تلاش میکنیم خزندگان و جانوران زهرآگین و برخی از گونه ها رو از طبیعت و حیات وحش ایران رو بهتون معرفی کنیم تا ببینید ما چه غنای بسیار زیادی از تنوع حیات وحش در ایران داریم. افعی قفقازی که مشاهده کردید ما پیداش کردیم و در موردش ویدیو گرفتیم و باهاتون صحبت کردیم در موردش.
چه استتار قوی داره، سر و صدا نداره، فقط دومش رو تکون میده، تهدید میکنه، هیچ فیس فیس یا نفیری نداره. الانم آزادش کردیم که به زندگیش برسه، به محیط خودش برگرده و ما این سفرم به پایان میرسونیم. با تمام سختی هایی که این سفر داشت، ما تلاش کردیم گونه ای که دنبالشیم هدفمون بود و پیدا کنیم. این سفر یک ماه و نیم دو ماه طول کشید تا افی قفقازی ییلاق، مناطق ییلاقی رو ما پیدا کنیم و بهتون معرفی کنیم. حمایت کنید دوستان، منتی نیست، ما داریم تلاش میکنیم که اینها رو به شما معرفی کنیم چون بسیار مقفول واقع شدن. افی قفقازی رو ببینید، چون با اینکه افی هست خیلی ها تصور میکنن الان دنبال من میخواد بیاد و برای گزیدن منو تعقیب میکنه و میکشه یا میخواد بگزه، در صورتی که اینجوری نیست. اینا تو زندگی خودشونن، تو محیط خودشونن و کاری به انسانها ندارن مگر اینکه تهدید بشه یا پا روشون گذاشته بشه. ببینید، البته این کارهایی که ما میکنیم و شما نباید انجام بدید، ما در موردشون اطلاعات و رفتارشناسی داریم، در موردشون رفتارشناسی هاشون رو میشناسیم، اطلاعات داریم، پس هیچ وقت شما چنین کارهایی نکنید. دوستان عزیز، بازم تاکید میکنم بیشتر گزش‌های ما به خاطر کنجکاوی کردن و ماجراجویی کردنه، در صورتی که 30% و کمترین درصدی به طور اتفاقی و ناخودآگاهه، بیشترش ماجراجوییه. امیدوارم که هیچ کسی برای تو طبیعت اتفاقی براش نیفته، چه گزش چه آسیب‌هایی که پیش میاد. مارها یکی از جانوران مهم در اکوسیستم هان، سعی کنیم اونا رو نکشیم و ازشون حفاظت کنیم. طبیعت به تمام موجودات و گیاهانش نیاز داره. ممنون.